با نام خدا شروع می‌کنیم. موضوعی که امروز در خدمتتون هستیم موضوع 26 که در ارتباط به تون‌های ویژه می‌خوایم صحبت کنیم. انگار از امروز و از این جلسه ما ارائه به تون عادی از ابتدا تا انتها رو براتون گفتیم و از امروز به دنبال اینیم که بتون‌های جدید رو بهتون بگیم. هر کدوم از این بتون‌ها تمام مراحل قبلی رو داره. این از فصل 1 بگیری تا فصل چند؟ 25. هر کدومش. یعنی باید مثلا فرض کنیم موضوع قبلیتون در ارتباط اجرا بود دیگه. اجرای بتون پلیمری. مواد افزودنی بتون پلیمری. طرح اختراعات بتون پلیمری. حرارت هیدروتاسیونش. انواع سیماناش. برای هر بتونی وجود داره. و هر کدوم از این بتون‌ها میتونه پایان نامه ارشدتون باشه. در تمام دانشگاه‌های دنیا. اولین آیتمی رو که میخواییم براتون اشاره کنیم برای بتون چیه؟ پلیمریه. پلیمر بعد از بتون پلیمر میان بتون های الیافی و بعد بتون گوگردی و لایه های چسبنده. بزنید جلو جلو درست هم بریم داخل بینید بتون پلیمری سیستمش چطوریه. یک اشاره کوچیکی کرده که بتون پلیمری با بتون عادی آیا بهتره یا بهتر نیست. گفته پایداریش بهتره، خزشش گفته چی؟ نسبت به معمولی هم چی؟ بیشتره. پایداری بهتره، پس میتونیم موزاییکامون رو چیکار کنیم؟ پلیمری بزنیم. جداولامون رو میتونیم چیکار کنیم؟ پلیمری بزنیم. جایی که تحت گرما سرماست میتونیم چیکار کنیم؟ پلیمری بزنیم. اومده گفته بتون از چه سالی وارد شده؟ 1950. بعد نکته‌ای که وجود داره قیمتش فقط میره بالا با نسبت به بتون عادی و استحکام بیشتری داره و چون کار جدیدیه همه دانشمندان و اینا وارد این مسئله شدن و هر روز روی این مسئله تحقیق میکنن. حالا بعداً اشاره میکنم که اصلا بتون‌های پلیمری این یک دنیاییه که هنوز شاید تا 40-50 سال دیگه فقط رو همین زمینه تحقیق خواهد شد. خواص منحصر به فردی داره و برتری‌های خیلی زیادی نسبت به بتون‌های عادی داره. ما بتون‌های عادی رو میگیم، اینجا اشاره کرده بتون‌های عادی، بتون‌های سیمان میتونیم ما بتون‌هایی بسازیم پلیمری که سیمان توش نباشه. حالا کلان دو تا جایگاه داره اشاره کرده از پلیمرا. گفته یکی جامد، یکی چی؟ غیر جامد. گفته اگه جامد باشه میتونه به عنوان الیاف باشه. الیاف چی؟ پلیمری. الیاف اگه باشه میتونه جایگزین چی باشه؟ فولاد. میتونه ترکای کلیب، شرینکیج، اینا همه رو بهبود ببخشه. ترکای سطحی رو میتونه چی؟ کم کنه. حتی توی ذوب یخبندان ها میتونه چی؟ مفید باشه. قسمت بعدیش چیه؟ میتونه غیر جامد باشه. به عنوان چی؟ تزریق باشه. به صورت پودری و مایه میتونه باشه که توی خیلی از تحقیقات ها میتونه استفاده بگیره. استانداردهای مختلفی که توی نحوه تولید پلیمر وجود داره رو اشاره کرده و تستایی که نیاز انجام بشه فشارهای عمودی، افقی، مقاومت لینک، آب‌بندی و مقاومت‌های برشی. چرا اینها؟ به خاطر اینکه اینها توی الیاف ها، توی قسمت پلیمرها میتونه توی بتون همه این آیتما رو برای ما تحت تاثیر قرار بده. ما شاید مقاومت برشیمون تو بتون خیلی کم باشه، اما با این سیستم میتونه مقاومت برشیمون رو افزایش بده. حالا گفته حالت جامدش اول.
گفته میتونه چیکار کنه؟ مساله کمپوزیت پلیمری تولید کنه، بعد میتونه جلوی ترکا رو بگیره، میتونه جی پی آر استفاده بشه، سازهای پیشرفته تولید کنه، ماهواره، آنتن، بعد باعث میشه که تو خوردگی‌های شدید ازش استفاده کنه از پلیمرا. تو اکثر سازهای بتون مسلح میتونه استفاده کنید. اگر الیافی باشه میتونه الیاف شیشه‌ای باشه، پلی استایل باشه، میتونید حتی آجرهای مثلا کامپوزیتی تولید کنید، میتونید موزاییک‌های کامپوزیتی تولید کنید. اینها موضوعاتیه که میتونید تو حالت جامدش استفاده بشه. تو قسمت پودر و مایع که دیگه باز خیلی اختلاف زیاد داره. هنوز تو جامده گفته چی؟ میتونید زیر آب استفاده کنید، باعث میشه دیگه خوردگی اتفاق نیفته، خودش میتونه خواص ضد خوردگی کار داشته باشه. تو شرایط جوی که گفتیم میتونه از لحاظ معماری اون الیاف ها هر شکلی رو که شما بخواید، چون الیافش ریزه و این میلگرد نیست، میتونه هر شکلی از لحاظ معماری به شما بده و وزن هم میتونه کم کنه، چون میلگرد رو میتونه از پروژه انگاه کسر کنید دیگه. اما نکته که خیلی مهمه و شاید خیلی گیج کننده باشه اینه که بتون پلیمری غیر جامد چند مدل بتونه؟ بتون PIC، بتون PCC، بتون PC و بتون پلیمر گوگردی هم داریم. پس چی شد؟ چهار مدل خودش چیه؟ بتون. یعنی چهار تا طرح اختراع، چهار تا اجرای مختلف، چهار تا ماده افزودنی مختلف، چهار تا خواص مختلف. حالا چطوریه؟ اولیش ببینم اشاره کرده اینجا؟ نه دیگه. اولیش چیه؟ PIC میاد بتون عادی رو تولید میکنه. چی شد؟ بتون عادی. بعد حرارت میده تا 100-150 درجه. هر چی هوا توشه چی میشه؟ رطوبت توشه خشک میشه. بعد که رطوبت توشه خشک کرد میره پلیمر مایع میریزه داخلش، یعنی کل بتونتون رو انگار سیلیکون میکنه با مواد پلیمری. گرفتین شده؟ یعنی تمام منافذ رو با پلیمر چیکار میکنه؟ پر میکنه. این میشه بتون PIC. میتونه نفوذ. حالا وقتی پلیمر تزریق میکنه چه اتفاقاتی میفته؟ نفوذ پذیری میتونه کم بشه. نفوذ پذیریتون انگار نفوذ ناپذیریتون کم بشه. نفوذ انگار بیشتر نفوذ پذیر کمتری داره و تو خوردگی مفیدتره. آب بندم میتونه. حالا آب بند 100% نمیتونه بکنه، اما تو آب بندن میتونه تأثیر بکنه. یه چسبه رو کاشی رو میزنن مشابه همینه؟ اگه چسبه باشه همینه. اونم اگه چسبه مثلا پلیمری باشه میتونه انگار چسبه پلیمری روی لایه بتون بکشید. اما پس الان دوتا محصول مختلفه ها، یعنی پلیمر جداییه، کانکریت چی؟ جدا. بعدی چیه؟ PCC، یعنی پلیمر با چی؟ کانکریت. اینجا چطوری اتفاق میفته؟ شما بتون رو با پلیمر قاطی میکنید، یه بتون جدید میشه. پلیمرا میتونه کار نانوسیریس و میکروسیریس رو بکنه. تو ساخت چون خیلی ریزه میتونه فضای خالی بتونتون رو اون داخلش هم چیکار کنه؟ پر کنه. و این میشه دو تا بتون چی؟ جداگونه. پس تو بتون PCC این یک پلیمریه یا یک منومریه که توی بتون چی؟ استفاده میشه. قسمت بعدی هست بتون چی؟ PC. بتون PC دیگه سیمان اصلا توش
شاید دنیا الان دنبال بتونهای چیه؟ پلیمری. ما حتی الان نکسیری موزاییک هایی میزنن شیشهی طرح شیشه پلیمریه، میتونه جیوپولیمر باشه، اصلا انگار توی بتون دیگه سیما اصلا نداره، فلیش داره، جی جی بی اس داره، بعد آب میتونه داشته باشه میتونه نداشته باشه، و یک ماده‌ای داره به نام انگار مونومر پلیمریه، اون کار چسب و چکار انجام میده، دیگه سیمان نیازی به استفاده توش نداره، میتونه فقط پلیمر، فقط فلش باشه، میتونه هر دو با هم باشه. جیوپلیمرها حرکت هیدراتاسیوناش چی؟ متفاوته. من پایان نامه فکر میکنم تو 2016 دانشگاه آریزونا حرکت هیدراتاسیون جیوپلیمر رو بررسی میکردم. یعنی شما با جیوپلیمر، یکی از بتون‌های پلیمری دیگه، هر چیزی جدیدی اندازه گیری کنه میشه جدید. اصلا میتونید مواد چسبنده شو با هم مقایسه کنید، میتونید خواص مدل الاستیسیتی هاشو بررسی کنید، میتونید تو گرما سرما بررسیش کنید، میتونید پلیمر رو تغییر بدید، جیوپلیمر نباشه یک پلیمر دیگه ای باشه، همه این پلیمرها میشه بتون‌های چی؟ جدید. خواص هر کدوم میشه چی؟ جدید. طرح اختراعاتش فرق میکنه، اجراش فرق میکنه، عمل آوریاش فرق میکنه، مواد افزودنی اینها متفاوت خواهد. آخرین بتونی که اشاره کرده بتون چی؟ گوگردیه، که من آخرش هم باید اشاره به بتون گوگردی کنم. بتون گوگردی آب و سیمان نداره. گوگرد رو با یه پلیمر حرارت میدن میشه مایع، ریزدونه و درشونه توش میریزن میشه بتون، حرارت ازش میگیری میشه جامد، میشه میشه گفت مشابه چی؟ آسفالت. این قیر حرارت میدی میشه مایع، گوگرد هم حرارت میدی میشه چی؟ مایع. حرارت هم که ازش میگیری میشه چی؟ جامد. تو بحثای خوردگی سولفات ها اینا خیلی میتونه بتونه گوگردی مفید باشه و کاربرد براتون داشته باشه. تا اینجا سوالی؟ اومده گفته خود نحوه بتون پلیمریش چطوریه؟ بعد مثلا این بتون پلیمریه میتونه پی آی سیه باشه، انگار خود بتونه رو ساخته و میتونه با مونومرها و پلیمرها رو شکل دادهی استفاده کنه. اومده یک سری مواد چسبنده رو گفته، مواد چسبنده رو میتونه با پلیمری باشه، لاتکس ها میتونه باشه و میتونه آب بند کنه این مواد پلیمری و میتونه دو تا بتون رو به هم بچسبونه. واسه همین رزینا گفتم که روی بتون رو میتونه پلیمر بزنه، این رزینا میتونه جزء اون سیستمای پر کننده از بیرون باشه. این هم رزینا اپوکسی. اما کلا گفته کارهایی که میتونه بکنه، عمر رو میتونه اضافه کنه، کرنشا رو میتونه زیاد کنه، استحکام، مقاومت در برابر عوامل مختلف، جذبه آب رو میتونه کم کنه، خواص تزئینی رو اضافه کنه. این برای کل پلیمراست. هر کدوم از آیتمایی رو که میخواین بعد پلیمر استفاده بکنین، پلیمر چی باشه؟ خاصی باشه. ما بیشتر تو این بحثی که اشاره کردیم کل پلیمرا رو مد نظر داریم. واقعا بررسی کل پلیمرها خیلی زیاده، یعنی هر قسمتیش شما هر پلیمر رو که بگیرید یه پایان نامه حداقل میتونه باشه. مثلا شاید ما الان چندین کتاب داشته باشیم در طول فقط بتونهای چی؟ پلیمری، خواص مختلف، از زوایای مختلف. مثلا از وقتی که پلیمرها اومدن وارد بحث بتون شدن همه خواص رو جابجا کردن،
میتونن الیافای پلیمری خیلی مقاومت بالا تولید کنن، میتونن حتی جای میلگردا رو بگیرن. الان بعد از طرف دنبال اینن که میلگردای پلیمری تولید کنن و مثلا شاید ما به زمانی برسیم که میلگرد پلیمری تولید کنن 5 برابر مثلا مقاومت فولاد. مثلا شاید الان پلیمرایی که مثلا تولید کنن چون انعطاف پذیریش کم باشه، شاید مثلا با این پلیمری تولید کنن با انعطاف پذیری خیلی بالا. واقعا دنیای خیلی جای کاری داره. توی نما استفاده کرده، گفته اگر از پلیمرها توی نما استفاده کنیم سبب میشه که این موادی که توی سنگ داره دیگه تو اون پلیمرها چی نباشه. گفته حمل و نقل سنگا سخته، شکنندگیش بالای، جذب آب سنگا بالای، عایق حرارتی اینا نیستش سنگا، اما خب پلیمرها میتونه این اتفاقات رو انجام بده و براتون حتی فرمان عایق هم استفاده بشه. اشاره کرده به خواص کلن بتونای پلیمری در بهترین حالت ها، گفته مقاومت فشاریش میتونه تا 80 مگاپاسکال باشه بتونا و خستگیش رو اشاره کرده، سایش، زبری، مقاومت خمشی رینگش، کشیشیش رو حدودن آقایید کشیش رو تا 6 مگاپاسکال اشاره کرده. زبا اگه بتونی تولید کنیم مثلا 50 مگاپاسکال، مقاومت کشیشیش حدودن میشه 5 تا 6 مگاپاسکال. و به همین شاید بتونه که مثلا شما الان با تو پروژه استفاده می‌کنید 25 مگاپاسکاله یا 20 مگاپاسکاله، مقاومت کشیشی بودم چه 2 مگاپاسکال تا 3 مگاپاسکال می‌خواد، مقاومت کشیشی رو هم می‌بره بالا، مدل الاستیسیتاش هم بهتره. بعد وزن مخصوصا رو می‌تونه جابجا کنه بتونای پلیمری. بعد به عنوان پرکننده ها می‌تونه استفاده بشه، نفوذپذیری اینا رو می‌تونه جابجا کنه و میتونه به عنوان هادی حتی چیز هم باشه، رسانا میتونه باشه، با مثلا الیاف فلزی چیزی بذارید یا یک سری منومرایی بذارید که بتونه رسانا باشه. استکاماش هم که اشاره کردیم اومده با توی مقالات مختلف، یکی بتونای پلیمری تزریقی رو با سیمانهای پلیمری، فکر کنم بتونای سیمان پلیمری دو حالت میتونه باشه، هم میتونه خود ژئو پلیمرها رو بگن سیمان پلیمری، هم میتونه سیمان با پلیمر باشه، یعنی هر دو اینا میتونه اتفاق بیفته. با سیمان عادی بتونه عادی مقایسه کرده، ببینید تزریقی ها تا 14 برابر کمتر بودن، 6 برابر میتونه مقاومت های بهتری نشون بده. باز خواص مختلفش رو بررسی کرده، حتی توی اسید گفته پلیمری ها سیمان پلیمری خیلی خوبه، تزریقی ها تا 10 برابر میتونه بهتر باشه. مقاومت فشاری هاش رو بررسی کرده، این کشیشی بوده، اگه بتونه معمولا 35 این ژئو پلیمر ها میتونه تا 38 باشه، تزریقی ها تا چند؟ 270 140، اینقدر میتونه مقاومتتون رو ببره چی؟ بالا. اومده گفته حالا کاربرداش کجا میتونه استفاده باشه؟ بازسازی دیوار تونل، آب‌بندها، سرویزا، مخازن، سازهای زیر آب، دریایی، فاضلابا، پوشش‌های کف ساختمان‌ها، تعمیر، برای تعمیرات استفاده کنید چون مقاومت‌ها خیلی بالا میدید، روکش پلا، جاده‌ها، همه اینا میتونه از این پلیمرها، برای هر کدومش یک پلیمر خاص، بتون خاص میتونید استفاده کنید و اجرا کنید. نکته بعدی که گفتم شاید باشه بتون گوگردی بود. بتون گوگردی رو اشاره کردم، کلن سیستمش اینه که سیمان گوگردی سیمان پس بتون نداره، چی داره؟ خود گوگرده، یک گوگردی با یک پلیمری که اون پلیمره میتونه باعث بشه مقاومت انگار چسبندگی رو ببره بالا و توی شهر نوشته دیگه 6-7 ساعت میتونید به 90% مقاومتتون برسید. تا
تا 40-50 مگاپاسکال میتونه به مقاومت بهتون بده و بدون هیچ کار خاصی. حتی یکی از پایان‌نامه‌های دانشجوی ارشد دکترای امیر کبیر اصلا سیستمش بوده که یک کوله‌ای ساختن، چون میدونید که گوگل خیلی سمیه و از دیگه ها خیلی تاثیر قرار میده، اینا اومده بودن گوگل رو اونجا حرارت داده بودن، با این پلیمر قاطی کرده بودن، شن و ماسه ریزونو دوچون هم قاطی کرده بودن، از این وقت قالبای بتونی تولید کرده بودن و داخل مواد شیمیایی مختلف اومده بودن اثرات خوردگیش، اثرات نفوذ سولفات ها، کلورا، همه رو بایش بررسی کرده بودن و میتونه خیلی جاها استفاده بشه. مثلا میتونه مثلا برای مخازنی که تحت حمله سولفات ها از گوگل استفاده کنه بدون اینکه خورده بشه و میتونه سالیان سال استفاده قرار بگیره. میتونه برای قسمت فاضلابا زیر الان ما خیلی از لوله های داخل خیلی از شهرامون وقتی که بتونیه بعد چند وقتی خورده میشه، اما دیگه این اتفاق اگه با این گوگل دا باشه اتفاق نمیفته. این سیستمی که گفتم همینه دیگه، مشتقات هیدروکربن های اولفینی رو اضافه میکنن تا اون بتونه خاصیت چسبندگیش خوب باشه و بتونه هم گفته نرم و منطف باشه هم بتونه اون مقاومت رو به شما بده. اومده بررسی کرده میزان گوگرد رو تو معادن مختلف امریکا بررسی کرده که هر کدوم چقدر داره، اینگار گفته مقدار بتون گوگردی شماره گفته، بعد مخصوص بتون رو گفته، ویسکوزیتر چه گفته، هیدروژن و کربن و چی دیگه داخل گوگرده، داخل اون معادن داره گوگرد داره. این هم اشاره کرده که خب شاید اون مادهی که مد نظر بود که این بتونه گوگردی بتونه پایدار باشه و چی باشه، شاید همین دیسیکلو پنتادین باشه که وقتی بهش اضافه بکنه این پولیمر رو اون مقاومت رو بهتون خواهد داد، اگر نه به گوگرد تنها خیلی این اتفاق نمیفته. بعد میزان کاهش حجمش رو گفته، میزان خنک شدنش رو، بحث تراکمش رو و از کی این بتون گوگردی رایج شد. بحث دانه بندیش، مقاومتش، خیلی از این چیزاش مشابه فقط هم بتون عادیه. تنها چیزی که فقط وجود داره توی بتون عادی ما سیمان داشتیم و آب، اینجا سیمان و آب نداره، فقط حرارت و گوگرد و اون ماده دیسیکلو پنتادین. کاربردهای مختلفی هم داره که اومده اشاره کرده، باعث خستگیش، سرعت اجراش، بحث یخ زدنش، براحتی قابل ترمیمه، چون هر جوش که دیگه چیز بشه یکم گوگل حالت میدین میتونید به قبلیه براحتی میچسبه و فرندش ساده، فقط دستگاهاش و اینا باید خیلی خاص باشه چون خاصیت سمیش و اینا زیاده. گفته کجا میتونه استفاده بشه، بوده روی فازه راب، تراورس های راهن، سکوهای حفالی. اما توی این بحث نهر و جدابر و بلوک های سقف اینا خیلی خوب نخواهد بود، چون خود گوگل وقتی که توی محیطه باعث آلرژی های تنفسی خواهد شد. میخاطر پیشنهاد نمیدم من خودم برای این جایی که بلوک های سقفی و این جایی استفاده کنم. اما خب برای اون قسمت فاضلاب و این توجه ها به نظر من خیلی میتونه مفید باشه. باز اومده گفته تصفیه خونه ها، کارخونجات اینجوری تو فونداسیون های مثلا جایی که خوردگی دارید میتونید از این فونداسیون ها استفاده کنید. کارخونجات مختلفی هم باز گفته که اونجا هم میتونید استفاده کنید. گفته اگه در برابر سولفات ها باشه
سیمان خیلی زود توی سه هفته میتونه خراب کنه، دستاری اگه همون باشه میتونه گوگردی میتونه چی تا سه سال جواب بده. اینا تحقیقاتی بوده که انجام دادن. این هم شاهدی بوده که باز گفته که چطوری سبب میشه که شما زود بسازید، مزایاش بیشتر اشاره کرده به مزایاش. این هم از دیگه تر اختلاطیه که اینجا اشاره کرده که حدودا از هر کدوم چقدر مخلوط کنید میتونید یک بتون گوگردی خوب استفاده کنید. نکته دیگه که اینجا اشاره کرده این که سنگدونه ها رو اومده براتون گذاشته و انگار از سنگدونه های این یکیش اشتباهه. این 475 باید باشه. گفت از دارشتون ها اینقدر، از ریزدون ها اینجوری و همون سیستم منحنی دانه بندی خواهد بود. یعنی پس سنگدونه هاش خیلی فرقی نمیدونه. فقط باید بدونید که اگر گفت تر اختلاط بتون گوگردی بتون عادی خواهد بود که آب به سیمان نداره و سیمان گوگردی همون گوگرد بیراره اون ماده افزودنی پلیمری و اونه که به شما میزان چسبندگی رو میده. این اون پلیمر هر چقدر کم و زیاد بشه چسبندگی گوگرد تغییر میکنه و مقاومتتون تغییر خواهد کرد. این هم اشاره به موضوعات مختلفی شد. این هم یک چیز کلی اومده بررسی کرده که مقاومتاش تا چند مگا فشاریش، کشیشیش، ذوب و یخبندانش، ضریب حرارتیش، جذب آبش، اما حدودا بین فشاریش تا 60-70 مگا پاسکال رفته. ممنونم دیگه ایناش خیلی ها. نکته که اینجا اشاره کرده بتونه الیافی هم هنوز مونده. بتونه الیافی ما اینم من اشاره کنیم، ما الیاف پلیمری تا اینجا گفتیم، یعنی پس یکی از چیزای پلیمری بود الیاف پلیمری. ما مشابه الیاف پلیمری که پروپیلن می‌داریم الیاف دیگه چی داریم؟ فولادی داریم، الیاف شیشه‌ای داریم، کنف داریم، پنبه نسوز داریم. از اینا کجا استفاده میشه؟ باعث جلوگیری از ترک‌های ناشی از چی باشه؟ انقباض. کجا میتونه استفاده بشه؟ کف‌سازی یا سطوح پل انحناء. حتی شما مثلا الیاف فولادی میتونه مثلا برای جایی که مثلا حتی یک میزانی از حرارتیاتون هم براتون جبران کنه، یعنی شما میگرد حرارتی میخواید بذارید میتونید به جاش الیاف بذارید. و اومده گفته الیاف های فولادی میتونه قطرهای مختلف داشته باشه، بعد ضخامت های مختلف داره. مدلی که اینا رو الیاف رو آجدار میکنن یا صاف چین چین خورده اینا فرق میکنه. هر کدوم اینها خواص فشاری کشش خمشیش با هم متفاوته. بعد به خاطر اینکه راحت تر بتونید توی تن بتون استفاده کنید اینا رو دست دستی با هم میپیچونن که وقتی داخل بتون پخش میکنید راحت تر پخش بشه. و حتی ما مثلا یک سری الیاف مونده، مثلا الیاف نوری. الیاف نوری حالا با جلوتر نشون میدیم که این الیاف نوری کارش اینه که میتونه نور رو از یک سمت دیوار بتونی به سمت دیگه انتقال بده. پس این کار بتونای الیافی خیلی نکته مهمیه. نکته ای که خیلی وجود داره توی این بتونای الیافی اینه که بیشتر کارش افزایش مقاومت کششیه، فشاری رو خیلی جابجا نمی‌کنه. انعطاف‌پذیری هم میتونه بهمون بده. حالا اومده الیاف مختلف رو اینجا اشاره کرده و هر کدوم از الیاف ها مقاومت کششیش، مدول یانگش، افزایش طولیش و چگالیاش رو گفته. از فولاد 2800 گرفته تا بیاین نایلون گذاشته، پولی‌اتیلن، پولوپیلن، همه را این مشخصات چو گفته. اینا تو اون بتونی که میخواین طراحی کنید برای ما مهمه. یعنی باید مشابه بتون عادی، بتون الیافی با هر الیافش تر اختلاطش فرق میکنه، مقاومتی که به دست میارید متفاوته. برای هر کدومش، برای هر کدوم از اون الیاف ها کتاب های جداگونه وجود داره. اما من
اوورال باید از شما برای من بدونید که بتون الیافی چه الیافی وجود داره، چه کاربردهایی وجود داره و حدود طرح اختلاطش چی در چه محدوده ایه. پس این الیاف ها بتون عادیه که فقط با این الیاف ها میتونید مقاومت کششی رو افزایش بدید، باید میشه جلوی اون انقباض و انبساطتون رو بگیره. گفته اسفامش باید حداقل چی باشه؟ 200 میلیمتر. بعد الیاف فولادی اینا گفته حدوداً چقدر؟ 25 میلیمتر میتونه باشه کاهش اسفام بشه. یعنی اگه شما الیاف میزنید باید بشه که اسفام بتون چیکار بشه؟ کمتر بشه. این هم باید چی در نظر بگیرید؟ یعنی اگه بتونه تدریجی کردید این اختلاف اسفام رو در نظر بگیرید. این هم که باید برای این آینامی که باید برای الیاف فولادی گفته، یعنی برای خود الیاف فولادی ما اصلا یک آینامه جداگونه داریم، فقط الیاف فولادی، الیاف پلیمری، الیاف شیشه، الیاف نوری، همه اینا تر اختلاط ها فرق میکنه. بعد برای اینکه کارایی رو اضافه کنی گفتی از مواد افزودنی میتونی استفاده کنید یا چی؟ حبابا. خب اینجا تر اختلاط اومده گفته ها، یعنی اگر که یک جایی خواستین حتما اینو از بر بنمایید. درصد الیاف فولادی صاف، آژرا، الیاف شیشه، بعد مواد حبابزا چقدر بزنید، نسبت های آب سیمان و سیمان. این آب سیمان ها اینجا چی؟ اشتباه دیگه. آره؟ 3 تا 45 صدم ماکسیمم بوده سنگ دونه هم گذاشته. اینا رو انگار از لحاظ وزنی برای اون تر اختلاط خاص گذاشته ها، اما بازم جواب نمیده. مثلا اگه این سیمان 700 کیلوه نسبت آب سیمان هیچ موقع 45 نخواهد شد. اینا رو حتما دقت بکنید. خب مواد دیگه که میتونید به بتونه استفاده کنید، سنگدونه و لیزدونه، خاکستر بادی هم میتونید به جای سیمان یک مقدارش رو استفاده کنید که اینو گفته توی برای بانده فرودگاه اینا میتونید استفاده کنید. برای بانده فرودگاه پس از الیاف چی استفاده میکنم؟ فولادی. بعد گفته کارایش کم میشه، جایگیریش بهتره، تاثیر الیاف ها رو کلا گفته خمشی ها رو اضافه میکنه، برای ضربه خوبه، برای مدل الیاف مدلش کم باشه مانند اینها توی پیش ساخته ها میتونید استفاده کنید، تو معرض برای حالت ضربه میتونه مفید باشه. فکر کنم دیگه خیلی خسته شدیم دیگه. بعد میتونه 90% مواد استاتیکی رو برای بالای چرخیه یا سایکلیک استفاده کنه. ممنونم دیگه، خیلی سپاسگزارم از اینکه سرها تا اینجا ما رو همراهی کردید.